سلام وقت شما به خیر ممنونم که مثل همیشه با ما همراه هستین از لایک و کامنتاتون متشکرم جمعیتی داره شکل میگیره کنار همدیگه و سعی میکنیم داشته رو با همدیگه به اشتراک بذاریم توی ویدیو توی ویدیوهای اینترنت من معمولا میگردم کیوردها و اون کلماتی که تو گوگل سرچ میاره برای من رو نگاه میکنم و دوستان دیگه ای که محتوا تولید میکنن و میبینم ویدیوهاشون و حالا کامنت میذارم لایک میکنم ولی یه ویدیویی رو دیدم که میخوام در موردش صحبت کنم قبلش بعد اینو بگم وقتی شما یک ویدیویی رو میسازین خودتون و در شبکه اجتماعی به اشتراک میذارین خودتون رو در معرض این داوری و این انتقاد قرار میدین که کسان دیگه بیان و شما رو نقد کنن ممکنه نسلهای بعدی شما بیا بیان بگن پدر بزرگ ما چرا در اون زمان این حرف زده یا این ویدیو چیه اومده گفته یا دوستانتون حتی و همینطور کسانی که توی اون رشته دارن علمی و تخصصی تر به ماجرا نگاه میکنن حالا برخلاف بنده ولی این پس این نوید گاردی رو ایجاد میکنه سعی میکنم از ادب خارج نشم و اگر هم شوخی میکنم یا تیکه میندازم برای جذابیت ویدیو هست و امیدوارم دوستمون ناراحت نشه آقای مبین صادقیان اگه اشتباه نکنم ایشون فعال هستن در زمینه ارز دیجیتال و پیش بینی میکنن در زمینی که دلار چقدر میشه دلار پایین میاد تتر چی میشه نمیدونم بیت کوین چه مسیری رو پیش میره و به صورت استوری اینا رو میذارن تو یوتیوب هم فعال هستن و من برایشون خیلی احترام قائلم ولی این ویدیویی که تولید کردن این محتوایی که تولید کردن در واقع ایشون اومدن پیش بینی کردن بازار مسکن رو در سال 1401 و یک سری پارامترها رو گفتن من قبل از هر چیز از ایشون ممنونم که این محتوا رو تولید کردن و به بنده این فرصت رو دادن که منم بتونم محتوایی تو این زمینه تولید کنم اما نکته ای که هست اینه که شروع ویدیو ایشون میگن که با یه سری فعالای بازار صحبت کردن و یه سری خبره های بازار مسکن و در کنارش فاکتورهای مهم بودجه 1401 رو بررسی کردن که این بودجه الان در کمیسیون ها هنوز در حال چکشکاری هست و جمعندی کردن و این ویدیو رو ساختن و نظرشون این هست ببینید مثلا ما اینجا در مورد پارادوکس صحبت کردیم در مورد اینکه خبره کیه صحبت کردیم اومدیم در مورد اینکه تو همین ویدیوهای آموزشی املاکمون اومدیم در مورد این سی میلیون کلمه صحبت کردیم و یکی از نکاتی که اومدیم صحبت کردیم تفکر نقادانه بود که ما از تنها استادی که واقعا عمیقانه روی این موضوع کار کرده ویدیو گذاشتیم و لینکشون هم گذاشتیم و نکته رو گفتیم منطقه همه که اومدیم از زاویه این چه ربطی داره به کار املاک و تو املاک چه استفاده هایی میشه از این کرد به این موضوع پرداختیم و اسم خبرمون هم گفتیم اسم استادمون هم گفتیم نظرش هم گفتیم اگه کتابی رم گفتیم اگه از هر کدومی از بزرگان عرصه املاک نکته رو گفتیم حتی اگر ازش بدمون میومد مثل دانل ترامپ نکته ای گفتیم یا اگر برخلاف مرشدش رابرت کیوساکی نظراتش برامون جذاب بود گفتیم سری عکسش رو گذاشتیم کتابش رو گذاشتیم مترجمش رو گفتیم و به این موضوع پرداختیم خیلی مقدمه طولانی خب پس مشخصا مبین جان باید می میگفتی می گفتی که من با فلانی و فلانی ایشون خبره اینجا هن ایشون از املاکدارهای شرق هن، غرب هن، شمال هن، جنوب هن، تهران هن، خارج از ایران هن با ایشون صحبت کردم و این داکیومنت گفتگوهای ماست این هم. اسناد این اس ها رو به من دادن یا این پیام هست این قسمت رو گوش بدین یا من نظرات ایشون رو دارم اگر خواستین در فلان جا براتون ارائه میدم مشخصا از این صحبت ها که به گفته منبع آگاه مثلا به نظر میومد نکته دیگه که ایشون شروع میکنن و میگن رکود رو پیش بینی میکنن و مدام هم به این موضوع میپردازن که املاکی مثلا سمت بالا رکود میکنه املاکی متراژ بالا رکود میکنه خونه ریزا ببینید بچه‌ها ما یه سری کلمات داریم توی بازار ایران که این کلمات دیگه در قرن حاضر کاربرد ندارن مثلا اینکه آقا شریک اگه خوب بود خدا شریک میگرفت ولی دیگه نمیایم نگاه کنیم که آقا جون الان بزرگترین کمپانی های دنیا شرکای قوی تجاری هستن که کنار هم دیگه هستن و اصلا بزرگترین شرکت هایی که شکل گرفتن چند تا جوان بودن با هم شریک شدن توانایی و بودجه و امکاناتشون رو گذاشتن و دارن دنیا رو میگیرن و اینه که ما ایرانی ها هر کدوممون میریم یه اسنپ میزنیم ولی ممکنه که تو ژاپن پولاشون رو بذارن کنار هم دیگه و یک چیزی رو تولید کنن. و این خیلی متفاوت هست در نگاه دیدگاهی ما یا یعنی اینکه مثلا یه خونه نقلی بگیر رو به نور باشه سری بتونی بفروشی پارکینگ انباری داشته باشه اینا دیگه کلمات دم دستیه که مامان بزرگ ها و بابا بزرگ ها مثلا سری بهت میگن که این خونه خیلی خوبه نقلیه تا هم بخوای بفروشی پول نقد میشه پارکینگ هم داره انباری هم داره طبقش دومه ولی هیچ وقت به لحاظ اقتصادی کسی نگاه نکرده که بهترین به خرده ها حالا به حال آقا سفته بازها در بازار حالا دیگه اینا کلمات میاد دیگه مثلا شما به املاکی مثلا میدون خراسون بگی سفته باز طرف مثلا میگه این یا چی گفتی حالا دیگه اینا دیگه کارهای مجازی دیگه به خرده ها این اصطلاح رایج در بازار املاک هست یا دلالان ملک هرچند با سفته بازی خیلی متفاوته چون شما در ملک دقیقا پول میدی ولی در بورس یا اینها شما میتونید یه بخشیشو از اون آیدی او سی او ها که هست در واقع از اعتبار استفاده کنید حالا چه آدم تو ملک هم بشه وام گرفت ما تسلیم آقا همون سفته بازی اما میخوام این نکته رو بهتون بگم این کلمات از این دست که ملکای کوچیک بخرید سود توشه این حرفا و اینا اشتباه قد خیلی بزرگه که من میخوام مردم انجام ندن و واسطه های عزیزی که توی عرصه املاک فعال هستن این کلمات رو کلمات ممنوعه بدونن که تو کارشون بگن مثلا این نقلیه اینو اینجوری بخریم اینو اینا بعد استدلال بکنین و روی اون استدلالتون پیش برین ببینین بچه تو اون ویدیو استدلال گفتم تفکر نقادانه لطفا ببینینش طرف میره یه دونه تیر شلیک میکنه مثلا میخوره اینجا بعد میره دورش هم یه خط میکشه میگه دیدید زدم به عدف. این پیش بینی نیست این که تو تیرانداز خوبی نیست عزیزم تو فقط دور جایی که اتفاق افتاده دیگه معلومه شما یه آپارتمان کوچیک همیشه بازار همیشه بازار داره همیشه خریدار داره چون پول مثل اینکه شما پرایدو هر موقع میتونی بفروشی ولی ماشین فروشای خیابون خرمشهر و سهروردی یا اون دور بعد تخت تابوس اصلا دیگه روی ماشین پراید اصلا کار نمیکنن اصلا کسر شهر میدونن جلوی ماشینش جلوی نمایشگاهشون پارک بشه اونا لکسوس کار میکنن بی ام دبلیو کار میکنن بنز کار میکنن ماشینای گران قیمت کار میکنن شما باید ببینید که داری در مورد چه بازاری صحبت میکنی حالا من کوتاه اینا رو میگم تیکه که به کلماتی که فرمودین میپردازم و بعد میریم جلوتر مثلا کلیگویای بالای شهر پایین شهر آقا الان در شاپ دلازی ما منطقه داریم بهار و نارنج اونجاها نزدیک حرم حضرت عبدالعظیم حسنی که آقا بسیار گرونتر از یه جایی حتی تو شمس آباد و ستخندان و دبستان و آریا شهر و تهران پارس و این دور که بالای خط دماوند هست اصلا دلیل نداره ما پایین شهر دیگه اصلا معنی نداره الان تو افسریه تجاریایی داریم که گرونتر از حفاظ حتی معامله میشه اینا دیگه این تقسیمات توی این عصر و این زمان معنا و مفهوم نداره نکته دیگه که ایشون فرمودن و من میخوام بهش بپردازم و میخوام زمانم از استانداردها خارج نشه انتظار دارن که املاک بزرگ دوچار رکود بشن عزیزم من شما هر ملک بزرگی داشتید تجاری بود بالای 200 متر 300 متر ملک مسکونی بود بالای هزار متر بالای 500 متر آپارتمان بالای 200 متر هر زمان داشتین لطفا کامنت بذارید در هر بازار رکودی در هر شرایطی فروش میره دوست عزیز ملاک رکود اینه که امسال رو با سال قبل مقایسه کنید با شما بارها گفتی که سال 1400 رکود بوده سال دیگه یا بیشتر اصلا کی گفته بهمن ماه 1400 و دیما به گفته وزارت دارایی و نسبت استعلام هایی که برای نقل و انتقال صادر شده ترین و یکی از داخترین بازارهای سه چهار سال گذشته بوده حتی. و این اصلا تازه این به نظر من ملاک خوبی نیست برای اینکه ما کلی ملک داریم در ایران در شمال که اصلا دارایی نمیرن میرن شورای محلی مهر میزنه از هر سندی هم براشون بهتره میزنن تو متکا و خونه میشن میلیارد ها من داره روش جابجا جا, جا میشه بعد زاویه دیدتون رو گسترده تر کنید دیگه مثل قدیم نیست الان یکی از رو بورس ترین آپارتمان ها آپارتمان ها های 90 تا 130 متر دو خواب و سه خواب است و به بز... ب... امکانش نیست یعنی با توجه به قوانین شهرسازی و تامین پارکینگ و اون حالا میخوام نگم کلماتو که اگه تم لایو دادن من لو ندم دستمو اصلا دیگه امکانش نیست تو تهران شما آپارتمان نقلی بسازید آپارتمان نقلی تو خیلی از مناطق الان 85 متری 90 متریه اصلا بالا پایین تهران هم نداره الان تو مسعودیه مشیریه اون پایینا ملکا رو مجبورن 90 متری 85 متری 80 متری 77 متری 76 متری تک واحدی بسازن حالا جنوبی شمالی کنسول میخوره میاد بیرون تو حیات اینا متراژش با همه دار اختلاف داره چی شد پس یه دونش هم خالی نیمونه یه دونه مثل 500 هزار تومن کم کرد بگم کد کاسبا میخرن اصلا به مصرف کننده نمی‌رسه ببینید بازار متفاوت شده اصلا شاید باورتون نشه این دیواری تحولی در این بازار ملک ما ایجاد کرد آقا در مورد اصلا بازار ملک نمیدونم گرجستان و دبی که صحبت نمی کنیم که یه کشور نزدیک به 100 میلیونه ما کلی افغانستانی داریم که در ایران ملک خریدن همینجوری موبایل نامه دست خطی تو بومه هم پر بیاین نشونتون بدن که اصلا تو حساب نمیاد لحظه گیرینگ هم پول میدن خیلیشون کارت هم نمیکشن پول نقد میارن میدن ببین عیز من بازار متفاوت شده میدونم تو عرض دیجیتال شما یه سری چهار تا کلمه میگی فاندامنتال نمیدونم این فیوچرز این میگیری اینا اینجوری میکنیم اینو من میخوام به شما اینو بگم ملک در ایران همیشه بین دوم تا چهارم بازار بوده در رکودترین بازارها اول برام همکارای املاکی من اینو تایید کنن بهترین کمیسیونا رو گرفتن چون فروشنده اصلا املاکی وقتی کاسبی میتونه بکنه که خریدار زیاد نباشه ملکه اون به که دوست داره بفروشه اون کمیسیونی که می‌خواد رو بگیره یکی از نکاتی که ایشون خیلی جالب گفتن اینه که همیشه معاملات به سمت ملکای کوچیک هست نه ببینید اصلا چه این قانونی نداریم ممکنه در بعضی از شهرها فقط معاملات به سمت خانه باشه که سراست یعنی آپارتمان نیست یه خونه 100 متری وسط یه زمین 200 متری باشه خب ملک کوچیک حالا اگه بگیم مثلا شما دارید تخصصی مزرعتون ملک بوده ملک 100 متری 200 متری اصلا الان در مناطق تهران و خیلی از مناطق شهرهای بزرگ دیگه اصلا 150 متر تا 200 متر تا دو25 متر هم نمیخرن چون نمیشه ساخت ملکی که از 250 متر به بالاتر باشه بهرهوری یعنی ب... 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 پروداکتیویتی داره محس... اه... به است و سوداوره و اون رو میسازن و اینا اشتباهی بود که ریز اینجا داشتیم یکی از جایی که شما اه... خیلی خوب کار رو در آوردید دقیقه یک, یک دقیقه و و ثانیه است که میگه اگه قصد خرید و فروش دارید روی ملکای کوچیک کار کنید و باید یه سری باصدیای کوچیکم انجام بدین که خیلی سود خوب کسب کنین. آقا شما یه ملکی می‌خرید 40 متر متری ۳۰ میلیون تومن یک میلیارد و 200 میلیون تومن. متری 2 میلیون تومن هم خرجش میشه و اونم میشه یک میلیارد و میلیون تومن. ملک دی... مت... ملک و متری 33 میلیون تومن 34 میلیون تومن هم میفروشی خب؟ سودی, سودی نمیده. 120 میلیون پولی نیست. تو یک دو میشی هزینه داره از این نقل انتقال داره کمیسیون داره دارایی داره شهرداری داره این اصلا پول پولی نیست دوست عزیز آپارتمان و ملک بر اساس متراژ نه بودجه شما اگه 100 متر خونه بخری آپارتمان متری گرون میشه میدونی 100 تا 100 یه... تا میلیون گرون میشه و اگه بخوای متری 500 تومن سود کنی توی آپارتمان 150 متری شما به مراتب بیشتر سود میکنی توی آپارتمان 60 متری نقطه ای که میخوام به شما بگم یک کار خطرناک میکنید که اصلا پیشنهاد میکنم این کار انجام ندید به هیچ وجه من وجود خواهش میکنم مشتریان عزیز متقاضیان بالقوه خرید ملک مشاورین ارجمند وارد بازار پیش فروش نشید پیش فروش وحشتناک زندگی های مردم ها سیب میبینه من شاید 20 سال پیش برای شهردار اون زمان لواسون یا آپارتمان پیش خرید کردم خدا منو ببخشه فروشنده هم از اینا بود که اصلا خدا رو بنده نبود ما خوش دارم. به چه مشکلاتی خورد، دادگاه رفتیم فلان بیسار ببین اصلا این نمیشه و من دیگه پشت دستم داغ کردم و دیگه پیش فروش کار نکردم و هر کدومی از دوستانم که پیش فروش کار میکردن دلشون خالی میکردیم و میترسم نمشون اصلا بازار پیش فروش وحشتناکه از این آیدیو ها و چه میدونم متاماسک و متاکینگز و متاوارای شما خیلی بدتره خیلی بدتره یعنی دستتون به هیچی من نیست به هیچی من خواهش میکنم مردم خوب راهنمایی کنین. شما یه کامیونیتی یه جمعیت سی و چار نفره امیدوارم همشون درست بشن فالو میکنن شما رو ویدیواتون تا 4000 تا 5000 تا هفت هزار تا ویو میخوره دوست عزیز من زیبای نازنین انقدر خوب و مسلط هستیم کمی تحقیق بیشتر با چهار تا بلد کار دو تا لایف بگیرین دو نفر بیارین پشتی بندازین حرف رو در بیارین اینجوری به نظرم واقعا حیف هست. خب حالا میخوام جمندی کنم ویدیو رو متاسفانه ویدیو طولانی شد حالا دیگه یه تیک راست میگه بند خدا اونم میگه که آقا موجرا خیلی اونایی که اجاره میدن بد جنسی معلومه تو بازار واقعی رفته ب ب ب ب ب ب سابونش به تنش خورده آه میگه آه اول میگه که بازار تجاری و اداری رکود شده بعد اونجا که میگه بازار خدماتی ولی چیه آقا یه مغازه بیارید که تو دو سال گذشته یک ریال کمتر از 100 درصد اجارش رو گرون کرده باشه 100 درصد مثلا دو میلیون اجاره میگرفت. الان چهار میلیون نگیره تو این دو سال کرونایی دو برابر شده سال دیگه 15 درصد 18 درصد 20 درصد 23 درصد در میذاشتن اصلا یه جوری عجیب غریب اجاره تجاری روش کرد چرا مردم گراد اشتباه میدید آقا بزنین تجاری بخرن اجاره بدن لذت چه ببرن پول با برکت پول خیردار. آدمای منصفی باشن بله اونجا ویدیو شما صادقانه‌ترین هست همون دقیقه 437 که میگین که با چند تا مالک بدقلق، اونجا معلوم خود تجربه کردی رفتی دیدی آقا میخوای آپارتمان رو تمدید کنی مثلا آپارتمان اداری و مالک بدقلق اصلا نمی ضرر میکنی اونجا دیدی راستش میگی اون تجربه واقعیت و من شما رو تشویق اونجا درست گفتین بله مالک ها خیلی بدقلق شدن خیلی قیمت رو بالا میبرن و این هم دلیلش اینه که ما تو ایران خیلی ملک اداری کم داریم مثلا خیابونی که پارکینگ داشته باشه جای امکانات داشته باشه نزدیک مترو باشه اینا خیلی کمه برای اینکه کار اداری بشه و حالا مجتمع اداری ساختن خیلی پرسوده این نکته درستی شما گفتین اصلا 1401 سال رکود نیست یه دوست دیگه ای ساخته بود ویدیو حتما اونم به اونم میپردازم آقای علیرضا همون به اون یه میلیون واحد پرداخته بود خیلی داستانه قشنگ گفته بود آقا اصلا یه میلیون واحد آپارتمان نیست آقا یه کشور 90 میلیونی 100 میلیونی با این مهاجرینی که داخلش هستن یعنی از هر صد نفر یه نفر شروع کنه خونه ساختن اصلا این بازار رو تکون نمیده اصلا تأثیری نداره ولی میخوام بهتون بگم همین باعث راه افتادن مسکن میشه اصلا زمان آقای احمدی نژاد این اتفاق افتاد یعنی زمان آقای احمدی نژاد مسکن مهر جوری شده بود الان سیمانی که تو ایران انقدر زیاده میگفتن جای آسفالت بدین خیابونا رو سیمان کنی نایاب شده بود گچ نایاب شده بود سرامیک که تمام کارخونا اصلا سرامیک داشت میگندید دیگه اگه گندیدنی بود ببین اینا یه موضوعاتی که دوست دارم در موردش تجربه داشته باشین بعد صحبت کنیم اصل موضوع رو نگفتم 1401 تحت هر شرایطی اگه دلار پایین بیاد باز مردم پولا رو میارن تو ملک ملک بالا میره اگه دلار بخواد بالا بره بازم ملک بالا میره تو این بازار بلمشو دلار و اینا وارد نشین اگه سرمایه خوبی دارین آپارتمان بخرید آپارتمان جای خوب بخریم، آپارتمان بیراد بخریم، ولی هیچ آپارتمان طبقه چهارمی هم بدون پرده نیست دارید تو خیابون میرین نگاه کنین همشون خونه خرابه که خریدتشون یکم اجارتشون کرده هر کسی به میزان بودجش خرید میکنه یکی یه پراید در میخره لذتش میبره یکی یه لکسوس هم میخره هر روز ناله میکنیم، میگه نه کاش بیم میگرفتم صندلی فلان اون بهتر بود اینا نکاتی است که دوست دارم توجه کنید حتما حتما برای هر حرکتی در هر زمانی از بازار مشاوره های خوب بگیرید ویدیو خبره رو ببینید من خیلی تو اونجا خوب تازی دادم مثلا خبره کیا ما باید بریم سراغ چه کسایی چرا هر کسی میتونه دوربین بذاره جلوش و ادعای خبرگی کنه اینا خیلی مهمه بازم تشویق میکنم آقای صادقیانو برای این ویدیو ولی احساس میکنم ایده ها خیلی دم دستی و همین حرفایی که دیگه ملکای کوچیک بخریم و بازار اینجوری اصلا اینطوری نیست بازار ملک قطعه به یقین مطابق دو سه سال گذشته باز هم رو به سعود هست به خاطر تقاضای فراوانی که تو این کشور هست آقا شهر اهواز اصلا خیلی جالبه یه عالمه آپارتمان به قیمت خیلی بالا داره فروش میره مگه نمیگیم بوران خاک آب آقا چرا پس آپارتمان انقدر گرون شده تو اهواز آقا مثلا چه میدونم توی مشهد این همه شهر از چند طرف کشش دادن باز چرا مثلا بلوار سجاد انقدر گرونه چرا تو وکیل اینقدر عددا رو به بالاست اصلا داره از تهران سبقت میگیره اینجوری نیست دوست من خیلی شرط فرق کرده دلیلش هم اینه که یکی از اصلی ترین سرمایه گذارای عرصه زمین و ملک خود بانک ولی بانک ها دیگه نمیرن آپارتمان چل متری بخرن میرن ایران مال میزنن یه ملک رو توی منطقه تکون میدن میدونی حرف منو دستم اون رو نمی کنم اگه خواستین یه ویدیو باشون میذاریم نشون میدیم که چند چند دید. مخلص شمایی مرسی که نگاه کردیم ویدیو رو 1401 حتما حتما خیلی بیشتر از تورم ملک رشد خواهد کرد دلایلش رو تو طول این ویدیو گفتم شما هم اگه فکر مخالف دارین یا نظرتون برعکس منه با هم صحبت میکنیم خیلی ممنونم خیلی مخلصیم این گله هم که اون بالا بود قلم تو این گلدونه کاشتم خیلی قشن شد یه دونه دیگه هم آوردم دارم اونم میزنم گلدونه مادر شکل میگیره که خانمون دارن عیشه میگیرن مخلصیم خیلی